سلام دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه اسم من امیر حسن عظیمی است و اولین جلسه آموزش regular expression یا عبارات با قاعده خوش اومدید تو این جلسه میخوام اول بهتون بگم که عبارات با قاعده چی هستن و چیکار بکنیم شروع بکنیم باش کار بکنیم عبارات با قاعده همش در مورد متن فرض بکنید الان ما چقدر متن داریم کدای کامپیوتر متنی که شما رایت میکنید توی نمیدونم مایکروسافت ورد تکسی که توی اینترنت میبینید خیلی متنهای دیگه که باش دارید کار میکنید بیشتر این چیزهایی که شما دارید تو داخل کامپیوتر میبینید اینا همش متن هستن یا بهش میگن تکست کامپیوتر همش در مورد تکست است به خاطر همین هم هستش که شما یک اینپوتی دارید به نام کیبورد که باش کار میکنید که بتونید یه تکسی رو تایپ بکنید این عبارات با قاعده یا رگولار اکسپرشن همش در مورد چی صحبت میکنه به متن صحبت میکنه Regular expression بدون S یا بهش میگن singular این سیمبول هایی که الگوی متن تکس رو نشون میده رو تعریف میکنه یعنی چی؟ یعنی هایی هستش که میاد چیکار میکنه؟ که میاد مثلا ریپریزنت میکنه متن رو یه تکسی رو و حالا بهتون میگم چه کار رو انجام میده اما regular expressions چی هستش؟ اینی که با S هستش چی هستش؟ یه یعنی بهش میگن plural زبانی که توسط پرو، پروسسور regular expression ترجمه میشه حالا تعریف پروسسور رو بهتون میگم اما ریگور اکسپریشن خودش چیه پروسسور هست که میاد این کار رو برای ما انجام میده پروسسور برای چه, چه استفاده میشه ازش پروسسور برای جستجو برای تطبیق برای جایگزین کردن مت استفاده میشه بهش میگن سرچ مچ و جایگزین کردن من که بهش میگن ریپلیس میاد یه متن رو سرچ میکنید میاد یه چیزی رو میخواد مچ بکنید یا میخواد یه, م... یه, کلمه ای یه چیزی رو پیدا بکنید که جایگزینش بکنید اینا یعنی همه رو پروسسوری انجام میده به نام regular expressions اما بیام در مورد این صحبت بکنیم که حالا regular expression چیا بودن اما چیا نیستن عبارات با یا regular expression زبان برنامه ریسی نیستن خیلی از مطرح اینترنت رو که اگر باید نگاه بکنید اونا که ریسرچ میکنن در رابطه با عبارات با میرن تایپ میکنن که زبان عبارات با یا زبان regular expressions زبان نیستش عبارات با و بنابراین اشتباه نکنید که برید اگه ریسرچ بکنید حالا برای دانشگاه یا چیزی نرید تایپ بکنید که ریگرسپشن زبانی هست چون صد در درصد میاد پروفسور شما از شما چیکار میکنه مارک کم میکنه بنابراین زبان نیستش کارهایی هستش که ما میخوام با یه متن انجام بدیم معمولا میبینید که اونا با به اونا ریج اکس میگن حالا رگولار اکسپرشن تلفظ کردنش نیم ساعت طول میکشه بخاطر میگن یا بهش میگن فول Uh, mouthful expressions یا چیزی هستش که دهن پر میکنه بخاطر این میگن ریجکس دیدید که حالا مثلا یکی اسمش هست اسمش کامبیز صداش میکنن کامی اینجا هم میگن ریجکس میبینید که من سراسر این درس میام چکار میکنم دیگه از این به بعد اینا رو صدا میکنم ریجکس شما عادت بکنید صدا بکنید ریجکس خیلی ها بهشون صداش میکنن ریج و اون اشتباه حالا بخوایم پلورالش بکنیم و جمعش بکنیم میگیم ریجکسس بنابراین تایپ بکنید که وقتی من صدا کردم ریجکس دیگه شما بفهمید که رگولار اکسپرشن یا عبارت با قاعده هست دیگه فارسیشو نگیم شو بگیم بهتره حالا استفاده از عبارت با قاعده میخوام در مورد باش صحبت بکنیم اینه که چه کاره رو میتونیم با استفاده از این ریجکس انجام بدیم میام مثلا تست میکنه میبینیم که تعداد ارقام یه شماره تلفنی درسته مثلا این رو میخوام از کاربرمون یه شماره تلفن نمیخوام بگیریم کاربر میاد هر شماره تلفنی رو بخواد تایپ میکنه مثلا شماره تلفن های انگلیس مثلا اولش با دو صفر چلو چار شروع میشه حالا اونه که داخل انگلیس هست نمیاد تایپ بکنه دو چلو چار. میاد تایپ میکنه صفر فلان 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 و شماره های موبایل همشون با صفر هفت شروع میشه خب رگولار اکسپریشن میاد برای شما چیکار میکنه استاپ میکنه موقعی شما تایپ بکنید صفر شش آخر و میاد این کارا برای شما چک میکنه که اگر این کارو کردید و دیگه اون موقع شما با زبان برنامه‌نویسی میاد مثلا چکار میکنید انتخابش میکنید که میگید که خب وقتی که تا یوزر تایپ کرد صرف شیش الی آخر استاپ کن نذار این کار انجام بده پس این میاد تست میکنه میبینه تعداد ارقام شما تلفنی مثلا درسته دوباره میاد چیکار میکنه مثلا میاد تست میکنه میبینه که ایمیل آدرسی فرمتش درست باشه مثلا ایمیل آدرس ها همشون آخرشون یه دات دارن همیشه یه ایمیل آدرس باید یه دونه دات داخلش داشته باشه چون دامین یا دومین نیم یا اسمای آدرسمون همشون آخرشون یه دانه دات داره حالا دات کام دات نت دات, دات آخر و ایمیل ها آدرس ها همشون یه دانه ات ساین داخلشون دارن همشون خب میره گولار اکس میاد چک میکنه این اگر این ات ساین داخل ایمیل وجود نشته باشه میاد اونو چک میکنه برای ما و کار دیگه حالا که شما میخواد با زبان برنامه‌نویسی انجام بدید اینه که میاد مثلا اگر ات ساین نداشت میاد استاپش میکنید کارهای دیگه کارهای انجام میدید کار دیگه که مثلا میتونه انجام بده اینه, اینه که بیاد دنبال کلمه ایک بگرده و تست کنه ببینه اون کلمه درست نوشته شده یا نه مثلا زبان آمریکایی کالر رو بدون یو تلفظ میکنه زبان انگلیسی کالر رو با یو تلفظ میکنه میاد چک میکنه ببینه آیا کالر ها همشون تلفظشون درسته یا نه تیکتشون درسته یا نه مثلا یه کار دیگه که انجام میده که مثلا کلمه رو پیدا میکنه و کلمه دیگه رو جایگزین میکنه مثلا میاد کلمه رو مثلا پیدا میکنه به اسم امیر جایگزینش میکنه به اسم حسن مثلا جایگزینش میکنم بهش میگم find and replace توی خیلی از آیدی ها دیدید کار دیگه که انجام میده اینه که حالا من داخل اینجا مثال زدم دنبال کلمه مثلا میگردم به اسم ترنینگ و تست میکنم ببینم اون کلمه چند بار بعد از کلمه این مثلا کامپیوتر ویدیو یا آنلاین استفاده شده میاد ترنینگ رو میبینه آیا بعد از اینا هر کدومش استفاده شده یا نه اگر استفاده نشده تنها استفاده شده ایگنورش میکنه کار دیگه که انجام میده اینه که مثلا میتونه فایل رو که من فایل رو داریم که با کلمات یا آره دیگه کلماتش با تب از هم جدا شدن تب اونجا نوشتم نه تب مثلا مریضی تب تب منظورم تب کام... کیورد هست با تب اینا از هم جدا شدن و خب میاد اینا رو چیکار میکنه میاد اینا رو تباش رو میگیره تبدیلش میکنه با کاما از هم جداشون میکنه و در آخر مثلا میتونه یه کار دیگه انجام بده خیلی کارهای دیگه میتونه انجام بده میتونه دنبال کلمه بگرده که کپی شده یا دوپلیکیت شده بهش میگن میخواد ببینه که چند بار توی یه فایل دوپلیکیت شده اما من گفتم مچ مثلا میاد ما از این کلمه مچ یا مچز خیلی استفاده میکنیم مچ یعنی یعنی تطبیق توی یه ریگور اکسپریشن از این دفعه خیلی از این استفاده میکنیم و بعد اینو ب... توی ذهنتون خاطرتون بسپرید مچ میاد چیکار میکنه عبارات با قاعده متن رو تطبیق میده اگر درست توضیح داده شده باشه یا نه این مثلا چیه این یعنی که regular expression میاد تکست رو میگیره میاد مچش میکنه با اون دیسکریپشنی که شما دارید نمیدونم از این صحبت من چقدر برداشت کردید یعنی که regular expression میاد متن شما رو میگیره مچ میکنه مچ یعنی تطبیق کردن تطبیقش میده با توجه به اون دیسکریپشن با توجه به اون توضیحاتی که داده شده یا میتونیم برعکسش هم به کار ببریم میاد متن رو با استفاده از عبارت با قاعده یا رگور اکسپریشن تطبیق میده در سطحی که توضیح درست توضیح داده شده باشه یعنی هرجوری که تو دیسکریپشنش نوشته شده باشه